سلامت چه خوش آمدید. مهمان امشب من یکی از سرپرست وزرای حکومت پیشین افغانستان است. او حدود 100 مدرک تحصیلی کوتاه مدت داره، از علوم سیاسی گرفته تا رهبری و مدیریت. با شعر هم بسیار رابطه خوب داره، ولی تخصص اصلیش در طب است. این همه تجارب و صلاحیت ها در یک فرد جمع شده. او کیست؟ دکتر وحید مجروح، سرپرست پیشین وزارت صحت عامه افغانستان. بفرمایید جناب دکتر. سلام. حالتان خوب؟ بخیر آمدید. بفرمایید. ما بسیار خوشحال هستیم امروز شما را در برنامه داریم. تشکر از اینکه فرصت بر ما مساعد ساخته. سلامت باشین. بسیار خوش آمدین. ما میخواهیم اول بپرسم که شما را خوش دارین مجروح صاحب بگویم، دکتر صاحب بگویم یا وزیر صاحب؟ والا می مجروح هم خوب است و دکتر هم لقب است که برای همیشه میمونه، هیچ کس از من نمیتونه بگیره برا. درست. بسته دولتی موقت است همش. بسیار بود موقت. بسیار خوب. پس راحت هستین با مجروح صاحب؟ مسئولاتی که با وزارتتان مربوط است وزیر صاحب میگم. درست. دکتر صاحب هم دکتر صاحب مجروح صاحب خوب است. بسیار خوب. بسیار خوش آمدین. من میخواهم اول بپرسم که شما یگانه وزیر بودین که تا پایان ماندین و روزی که حکومت هم تغییر کرد، طالبا هم آمدن، شما رفتین وزارت. چطور اتفاق افتاد؟ نرفتین بیرون؟ ویزه نداشتین؟ پاسپورت نداشتین؟ یا چی چیزی مثلا بود؟ والا مرد و نامرد و یار روزه سختم، روزه سخت معلوم میشه دیگه. ما در مصاحبه مختلف خود گفتیم، بعض تصامیم، بعض عواطف، احساسات با واژه‌ها نمیشه بیان کرد. درست. بعض لحظات، ولی به هر صورتش خوشحال هستم که تانستم این تصمیم رو بگیرم، در روزهای سخت پهلوی مردم خود باشم، تنها از موتر و امکانات وزارت بهره نبرم، بلکه روزی که مردمم نیاز داره، سیستم نیاز داره، همکارایم به یک امید و به یک همراه نیاز دارن، همراهشون باشم. خودتون میفهمین منطقا برای کسی که عضو کابینه باشه، داشتن پاسپورت و گرفتن ویزه و در اون روزها رفتن کار زیاد سخت نیست و نبود. ما نمیخوایم که تو حس، بعض وقتا که تو پیامارم دریافت میگه حس قهرمانی داشته باشم، ولی فقط همقدر میفهمم که کاری که انجام دادم ادای دین و مسئولیت و رسالت بود. درست. ما وزیر بودم، مسئولیت داشتم، یک سکتور به ما امید داشت، مردم امید داشت، احتمال ازی بود که در کابل روزای بد را تجربه کنیم، جنگای داخلی شروع شه و او وقت ملت بر ما لعنت میفرستاد که در جاده‌های کابل جنازه و زخمی افتاده باشه و امبولانس و شفاخانه یک هماهنگ کننده نداشته باشه، چون وزیر بیشتر نقشش هماهنگ کننده و تسهیلگر است. بله. و انگیزه دهنده است که به داد از مردم برسه. ما در روزهایی که انفجار انتحارم در کابل بود بودم. و این روزام که احتمال خطر بود ماندم و باز بعد از او که نظام سی افغانستان در یک پرتگاه قرار گرفت که احتمال کلپس و ازم پاشیدنش بود، او روزم پهلوی همکارای خود ماندم. بله. و روزی که خدافیزی کردم با خاطر آرام خدافیزی کردم. درست. معلوم میشه در افغانستان میمانید؟ درست است؟ انشاءالله میمانم، مگر ای که تمام همون ملزمات که ما بتونم یک زندگی آرام داشته باشم، یک زندگی آبرومند با عزت داشته باشم، یک لقمنان حلال داشته باشم، تمامش از ما گرفته شه، که انشاءالله امیدوار هستم فروغ و زمینه هرگز مساعد نشه. حالا که هستم پهلوی هموطنهای خود هستم، پلی خانواده خود هستم و مثل یک شهروند این وطن زندگی میکنم عادی، هیچ مشکلی هم ندارم. و چیزی که هر روز به من انگیزه و انرژی میده عزت است، حرمت است، محبت است و مهربانی است که از مردم خود در تکسی، در شهر، در دکان، در تلو، در هر رسانه که میرم از مردم دریافت میکنم، این به من انگیزه و انرژی ماندن بیشتر میده. درست. یک صفحه دیگر از زندگی شما تجربه های تحصیلی است. شما حدود بالاتر از 100 مدرک تحصیلی کوتاه مدت در کنار لیسانس و ماستری دارید، با همین ها چی میکنید اصلا؟ یکی خواهی که سوی تفاهم ایجاد نشه که باز یک جوک فیسبوکی جور شد. من 100 مدرک لیسانس و چیز ندارم. بله، کوتاه مدت. چون ما در کنفرانس ها و ورکشاپ های زیاد رفتیم، در بیوگرافی مو چیز نشته شده بوده، ولی من در کل فارغ پانزده طب هستم. بله. یک ماستری در علوم سیاسی دارم، یک ماستری هم در پالیسی جهانی صحت دارم. درست. و یک دیپلم یک سالام در آلتراساوند، یک سالام در رهبری دارم. دیگرایش اسناد است که دورای کوتاه مدت است.
ولی فکر میکنم که همیا کمک میکنیم که لقمانان پیدا کنم. اما قدر خدمت باشون کلی ورقه را کسر بسر کنم ولی ما یار اسکن کردیم دیجیتال کردیم دیجیتال کردیم زیاد بخاطر که اگه زیاد کلان شو بازادن زود فریب میخوره زود غرقش میشینه که بله و چیزی که من میش میگم خداوند ما را از کبر و غرور دور نگه داره و بعض وقتا این اسناد آدم متاسفانه متکبر میسازه به اون خاطر زیاد سعی نمیکنم. سند زیاد به نظر ما مهم نیست، آدم زیاد سند میتونه داشته باشه، مهم است که چقدر هنر عمل داره آدم. درست. و چقدر هم رابطه بین فکر، بین گفتار و بین عمل میتونه که ثابت نگه داره. بله. خب من وقتی زندگی نامه شما رو خواندم یک بار متوجه ایم شدم که اگر شما مثلا سی وی تون جای میفرستین 3 صفحه فقط اون لیست میشه، اگر فقط لیست کنین 4 صفحه سی وی طولانی است متاسفانه که شاید بعد روش کار کنم یکم رو خلاصه بسازم. من چرا چند چیز مختلف خوانده این مثلا است اصلا فکر من یک از رشته هایی که بسیار فرصت کسب سند علمی شه دانشگاهی شه نصیب نشدم، من تا بسیار علاقه دارم روانشناسی اجتماعی است و در قسمت اگه چیز نکنم مطالعه زیاد کردم. فکر میکنم که یک شناخت به نسبتاً مناسب از افغانستان و جو موجوده در افغانستان دارم و همیشه میفهمیدم که در افغانستان اگر شما چند کاره نباشین در دنیا امروز در کل و مخصوصاً در افغانستان اگه چند کاره نباشین گشنه میمانین. در افغانستان دریافت کردن یک فرصت که آسان نیست. بله. چی برسه که باز وزیر بشی یا معین بشی که بماند، ولی برای اینکه کار پیدا کنی. همیشه تنها بر ترجمان‌ها کار زیاد نیست، همیشه تنها می‌بینی که دکترها یک مقطع می‌بینین دکتر خوب کار داره، یک مقطع می‌بینین سیاستمدار خوب کار داره، یک مقطع می‌بینین مثلا یک چیزی که بسیار کار کردیم امروش خوب استم بد نیستم کامپیوتر ساینس است. امروش کامپیوتر شامل است. هیچ چیزا آشنایی خوب دارم. و یک مقطع میبینه که شاعر باشین خوب است، یک چند دقیقه آرام میباشین دیگه. به می خاطر ما کوشش کردم که ایرانی یک ضرب المثل دارن، یک سیدی هست به نام آچار فرانسه میگه که او را که باز کنین هر نرم افزار خواسته باشین بینش هم اساساتش هسته، اما مبتدیش هست که کارا میشه رویش چلان دیگه. به می خاطر ما دکترم طبعه که عشق مادرم بود و فعلا عشق خودم است خوشبختانه تبابت، باز من یک دوره آلتراساوند در هند خواندم و آلنان میتمره. سیاست در این متاسفانه از پیش نیازهای اتمی زندگی عقلانی در افغانستان است. باز یک فرصت برای مساعد شد در وزارت ساتامه بودیم، یک ماستری در گلوبل هیلت پالیسی از یک پانتون متبر از جمله در بهترین پانتون های دنیا است در لندن. از اونجا تانستم بگیرم، فقط دیگه در 99% تکمیل شده. به روانشناسی اجتماعی و رهبریت بسیار علاقه داشتم. یک دوره امروی یک انستیتیوت امریکایی خواندم، بعد از مطالعه کردم در قسمت زیاد دیگه. خب اگر دکتری نشد خب پشت همه این تجربه ها و اسناد یک مقدار پول و نان ماندگی است حتما، یک قسم دیگه قسم پیدا میشه دیگه. درسته؟ شما آماده کردین خوده؟ والا پشتش نیست، پیش رویش هسته. خب بخاطر که من یک پیامی که دارم برشان و تنها ایج نیست که شما باید پول دار باشین درس بخونین. اتفاقا تجربه که من دارم در خانواده خود، هرچی ما فقیرتر بودیم با مشقات زندگی بیشتر مواجه بودیم، کوشاتر بودیم. درست. هر چی که فرصت های زندگی و رفاه بیشتر مساعد شد، ما تنبلتر شدیم متاسفانه. و این بعض از که ما همیش با برادرها در خانه داریم، ما زندگی خدا رو شکر زندگی متوسط داریم، ولی روزای بسیار سختی رو بعد از جنگای کابل گذراندیم. ما رفتیم به ولسوالی رفتیم، ما از ولسوالی شیندن رستم از ولایت هرات. درست. فرزند یک پدر با همت هستم که خودش یک وقت یکی از اشخاص نامداری کشور بود، ولی روز رسید که میرفت آبیاری میکرد، بزگری میکرد، ولی وعید مجرور، شکیب مجرور، حمید مجرور، حسیب مجرور و خواهر گرامی منیژه مجرور اینا رو تمامش اگه برن درس بخونه. دیگه او روزا روزای سخت بود، من هیچ وقت از یادم نمیره، هیچ وقت و ایره آرام نمیکنم. بعض وقت برام میگن تو چرا از وضعیت خانوادت میگی، برام افتخار است. ما در یک ظرف کلان شدیم که من از ایراد میرفتم شیندند، مکتب بودم، باز فاکولته بودم، آماده کنکور باز بود، میرفتم باز خانه میدیدم چی است دیگه مانده. باز یک تایپم تایپای کلان بود سابقه، او رو پدرم یک وقت شوق نگاه داشته بود، او رو باز میبردم میفروختم. باز میشد میرفتم لیله یک ماه دو ماه سه ماه تیر میشد. باز دفعه دیگه که میامدیم خانه میدیدم که خب چیست در خانه، یک چیز دیگه انتخاب میکردیم دیگه. باز یک پارچه قالینچه اگه بود، یک حتی دایی رسیده که یک وقت مرغ بود در خانه، همو رو باز سر را بردیم گنج میدیم، اون وقت گنج بود، در بازار فروختیم. باز رفتیم هرات لیلیه، اونجا طب میخواندم.
زندگی با عزت را به اونمو شکل تیر کردم و از اونجا باز وزیر از وطن هم شدم. و فقط کلانترین آرزویم بود به پدرم روزی که وزارت هم آمدم برای ما گفت که همیشه من نیتم کودم میگفت بابا و من نام بد نیاری. امیدوار است مال به پدرم میگم که پدر خدا و مادر گرامی فامیلم امیدوار است نام بد نهارده باشه مردم. انشالله که میخسم است. در خانه فقط شما دکتر هستین یا شکیب و منیجه هم دکتر هستن؟ چون معمولی است که یک سنت هست در بعضی خانواده ها که یکشان دکتر شد چند نفر دکتر میشن؟ تنها من دکتر هستم. باز از من سه مامایم هم دکتر است. و از بین برادرها و خواهرها تنها من دکتر هستم. یک برادرم انجینیر است. ماستری خود ترکیه گرفته. برادر دیگه ما باز مدیریت و تجارت خوانده، ماستری خود از هند گرفته و در هند تحصیل کرده. برادر دیگه ما تمام تحصیل خود ماستری خود گرفته، برادر خوردم در هند تحصیل کرده. خواهرم باز لیسانس است و معلم است فعلا. از ما والدیم هم معلم است، یک عمر وظیفه مقدس معلمی داشته. پدرم در سیاست و در نظام بوده قبلا و در اردو بوده. درست. در مورد نقش سیاسی یا تاییدات سیاسی یا بالاخره علاقمندی سیاسی دکتر سیوان میشنویم، ولی فعلا باید بریم یک وقفه کوتاه. بعد از وقفه در ادامه برنامه با ما باشیم. بسیار خوش آمدین ادامه برنامه سراچه. دکتر صاحب، آل دکتر صاحب بگویم، تصامیم سیاسی چه شخصیت سیاسی افغانستان تایید میکنین؟ با کدام حزب سیاسی هم تعلق دارین یا داشتین؟ نه، با خوشبختانه نمیفهم بگم، یعنی خلاصه به هیچ جریان سیاسی تعلق ندارم. وضعیت که در افغانستان آمده معمولا میگن خوشبختانه، چون تجارب خوبی نبوده. من قضاوت ها را میگذارم به قضاوت های جمعی، چون فردی آدم قضاوت کنه زیاد واقع بینانه نخواهد بود. ولی به جریان سیاسی من تعلق ندارم، هیچ وقت هم شوق نکردم برم. ولی در قسمت سیدن تصامیم سیاسیون و رهبرهای سیاسی آدم بسیار سخت است. در افغانستان یک رسم بد است که یک نفر یا سیاه میدانن یا سفید. بله، یک جریان شما که یک سم نمیبینین درست؟ هرگز. یک جریان یا سیاه میدانن یا سفید، و از او که بدتر چیزی است که امروز سفید میدانن صبح با سیاه میدانن. آها. و این بیهیایی را متاسفانه بیهیایی سیاسی ما به حفظ حرمت هم میگم، در فیسبوک هم این روزها هم میبینم دیگه. این توهین به مو شعور جامعه است، توهین به شعور مردم است. من مطمئن هستم که هر انسان را خدا خلق کرده، خوبی های خود را هم داره، بدی های خود را هم داره. هر جریان که وجود داره هم نقاط قوت خود را داره، هم نقاط ضعف خود را داره. درست. و به این خاطر من نمیتونم بگم که والا فلانی سیاست مدارم 100% تایید میکنم، فلانی رو نمیکنم. انسان نه، چند فیصد دام کسر میگیریم؟ حداقل در این مقطع حساس تاریخ کشور شاید زیاد جالب و مناسب نباشه. ولی من مطمئن هستم فرصت به حد کافی بند ما به عنوان یک جوان خودت به عنوان یک جوان خواهد داشتیم که قضاوت کنیم. و قضاوت ها زمان واقعی بینانه تر خواهد بود که آدم از ظرف زمان یک اندازه بیرون شه. درست. و یک تصویر کلان ببینه شما، چون هرچی که وقتی که نزدیک تصویر باشین نقشه رو بسیار خوب نمیبینین. یک کم که دور برین فکرتان آرامتر بشه، بهتر میتونین در مورد صفحات مختلف تاریخ قضاوت کنین. دیگه وقتی که میجوشه را سخت است شما قضاوت کنین، بانه یک دف پخته شه بخورین، یک روز درست تیر شه ببینین تمام لذتش بعدن فهمید. هر صفحه تاریخ به می مبنا باید آدم قضاوت کنه. ولی چیزی که میتونم بگم و قابل انکار نیست است که ما صفحات تاریخ متاسفانه پر درد است و هر ورقش دور میتی یا اشک است بینش یا خون است. وی رنجاور است. امیدوار هستم که آرام آرام با هر تعبیر و تفسیر سیاسی و ارزشی که میشه، چیزی که به خیر مردم باشه و به خیر وطن و عزت از این جغرافیا باشه، آرام آرام دیگه ما صفحات داشته باشیم که ورق میزنن یا سبز باشه یا سفید باشه یا طلایی باشه. سرخ نباشه. همین سرخ و اشک خون و اشک میخواد دیگه زیاد شد دیگه. در مورد وزارت وزیر صاحب، شما استعفا دادید یا در موردتان تصمیم گرفتن و کسی دیگر معرفی کردن؟ چون پست فیسبوکیتان نه کلمه استعفا داشت و نه دلایلش. اما پست شاید من در ثانیه ها نوشتم و چیزی هم که بودم حرف پاک و صاف و صادقانه دل بود، چون من در جریان نبودم و من اتفاقا سر نان ششته بودم، نان میخوردم. یکی از رؤسای ما آمد به دفتر گفته که رهبری وزارت ساعت آمان معرفی شد که تلویزیون روشن کردیم که مولا از اعلان میشد
و ما نانه ماندم اول یک چیز فیسبوک نشته کردم، باز بعد از نانه شروع کردم. در وزارت نبودین؟ در وزارت بودم. وزارت در وزارت بودم؟ ما وزارت بودم. ما تا آخرین ثانیه در وزارت بودم و استعفا ندادم، ولی توقع زیر داشتم که جامعه نظام نو آمده، رهبری نو خواهد آمد و انتظارش داشتم. بر صورت رهبری نو آمد و پری روز معرفی شد. در مراسم معرفی شم رفتم اشتراک کردم. درست. و برشان آرزوی موفقیت کردم. خب قبل از این که نظرتان در مورد رهبری آینده وزارت هم بگیرم، شما در پست فیسبوکیتان یا در همو پست یا قبل از او یا در پستی که به حیث سرپرست وزیر معرفی شدین یک محاسبه از خود دادید. چرا اول محاسبه دادید؟ گفتید که ما اینقدر پول داشتم و مثلا وقتی که میبرایم هم مثلا اینقدر پول دارم. فکر میکنید که کامنت های مردم، نظرات مردم و اتهامات با این روش بسته میشه یا من میشه؟ اولا که ما ممنون قضاوت مردم خود هستم، با وجود ای که یک نگاه بسیار منفی در این مقطع حساس در قبال رفته ها وجود داره، صادقانه براتون میگم که ما تصورم نبود که اینقدر مردم لطف و مهربانی داشته باشن. قضاوتشان قضاوت دوستانه بود، ولی ما دو منطق وجود داشت. یکی کابینه ای که رفت و جریان سیاسی که رفت بسیار شدیداً مورد نقد مردم به هر دلیل قرار گرفت. درست. ما خواسته و ناخواسته جز از کابینه بودم، نه من نمیتونم انکار کنم، و بر ما بسیار دردآور بود که هیچ چیز خورده باشی. ها نمیگه نه خورده نه برده، گرفته درد برده. ما ایراد یک ضرب المثل داریم. خب یک موضوع. دوما اونمو هستی بود، دارایی ما بود، اونمو هستی. معمول لحظه دغدغه فکری می بود که خب حالا خب وزارت ختم شد، زود برو یک لقمنان پیدا کن. دیگه اصلی از این نبود که باز ما بیایم ما برم پشت نو لقمنان گم باشم. و باز بعد از هر کس مرا ببینه که او زد $1,000,000 آورد، او پختای دیسی پیسی یه ورد جایران پاتسی. بله. رنج میته یادم که گفتم که نخورده نبرده، گرفت بگیره درد گرده. اصلا وزارت صحت عامه پیسه داره؟ وزارت صحت عامه که از وزارت هایست که کلانترین بودجه را داره، امکانات زیاد داره، فرصت های زیاد داره، هم برای خدمت هم برای خیانت. خب امور ادامه میتم، مگر ایره میپرسم چقدر پول دارین حالی؟ میخوایم بگوین؟ یعنی چیزی که زیاد زیاد باز می‌بینی زندگی شخصی هم آدم رفتن، ما اگه می‌داشتم با علاقه بیشتر بیان می‌کردم. زیاد آدم هم که بگه ندارم به خاطر پرسان کردم که زیادم تکرار کردین و پستانم بود. همون چیزی که براتون نشته کرده بودم واقعیت زندگیم است. کسی که میپذیرم نور دیدیم، از کسی که نمیپذیرم خداوند برش لطف و احسان بیشتر کنه. ولی ما و شما جوان هستیم، انرژی داریم، فرصت کار است، گوشت گشنگی نمیمریم. درست. اینقدر دوست و رفیق هم هست، هرچند هر که با یک شوخی بکنم باشه. بفرمایید. در افغانستان ما فکر یک باور پیدا کردیم است که امیر رهبرا زیاد مشکل نداره. خب جامعه هم باید یک اندازه عقب بر خود ببینه. در قدرت که هستین و باز در قدرت نیستین، یک اندازه تمام چیز تغییر میکنه. بله، از دو زاویه میبینین. بعض دوستا رو که باز میگی که والا یک کم مشکل دارم، باز میگه صاحب پول دارم، امکانات زیادن، خود بانک هست. بله. بانک هم خواهد. درست. از شما هم در بانک؟ نه، منظورم میره گفتم که دوست رفیق زیاد داریم، باز از یک رفیق میگیریم. آه درست. خب من تا به شرط که باز نگه رفیق ما که در بانک هست. اوکی. حمایت کننده برنامه ما مسیو انرژی است، انرژی برای تغییر. تشکر میکنم. فعلا مصروف چی کار هستین بعد از وزارت؟ ماینه خانه دارم. خب اونجا میرم، اون پروگرام های آموزشی سونوگرافی دارم. شما مریض میبینین یعنی؟ چرا نمیدونم، من در وقت وزارت هم میدیدم، روزه جمعه میرفتم میدیدم. خب جمعه 9 بجه تا 3 بجه 4 بجه میدیدم. امو ترینینگ دارم، بخش سونوگرافی آموزش میدم. روی یک کتاب کم کم کار رو شروع کردیم. دیگه می یک دو سال که موین وزیر بودم به خزم زندگی شخصی خود مانده بودم. آرام آرام جمع میکنم زندگی خود، نه یکم نظم بودم. با دوست رفیق میرسم، کم رسی کردم در این دوره. دیگه چرخه زندگی رو میچرخانیم. خیلی وقت است که دیدن دوستای خود ایراد، خانواده نرفتیم. یک تصمیم دارم یک چکر ایراد برم، هرچند انگورو ایراد خلاص کردم و میرم رفیقامو منتها میرم. بسیار خوب. جالب است، ما در بخش طبابت هم یک عالم پرسش ها داریم، چون طبابت در افغانستان مثل پدیده های دیگه، بخش های دیگه
هم نگرانی های خود داره و هم خوبی های خود داره که قابل تقدیر هست. آن شما هم جالبیست که ده حتی در وزارت هم رفتین و معاینه خانه داشتین. اصلا در افغانستان طبق لایحه فیس دکترها چند است؟ یک مشکل کلانه که نمیره که ما هم نتانستیم در اون مقطع چون ما رسیده کنیم، چون ما تمامش 7 ماه و نیم ما وزیر بودم. درست. و در این مدت هم ما گرفتار موج کرونا و جنگا بودم. بله کرونا. و دوباره نظم بخشیدن و آرامش بخشیدن به درون وزارت بودم. یک تزیاد کارهای محمد هم پست هم نشته کردم که رویا و ارمانای ماند. یک طرح ریفورم آماده ساخته بودیم و ماند. از حدود اگه اشتباه نکنم سال 1383 و 84 فیس تعیین شده، دیگه باز تعیین نشده. این وزارت تعیین میکنه؟ وی سر از این منطق از یه بحث هست که وزارت تعیین بکنه یا نکنه. خب؟ وی باز همتون مانده و اون نرخ کو وقت تعیین شده او هیچ همخوانی با نرخ تورم در بازار نداره. به می خاطر هم هست که اگر اونجا نرخ تعیین شده 200 دکتر میگیره 300. بله همینطور است. نیرو میتونن ملامت کنن نیرو رو. وزارت نیاز است، امیدوار هستم که انشاءالله رهبری نو در قسمت یک تصمیم بگیره که نه دکتر آسیب ببینه نه مریض آسیب ببینه. اون نرخ نرخی است که به دلار 45 روپا و 48 روپا و نرخ تورم بسیار پایین تر تعیین شده بوده. قدرت خرید متفاوت بوده. حال مخصوصا در بحران با شرایط تغییر کرده، نیاز به بازنگری داره و ما کارهای زیاده فرصتش نیافتم انجام بدم. یکی از این موارد این نکته است. در کل ما در قسمت نظم‌دهی بازار، بازار تبابت یک طرح داشتیم. ساختار وزارت در قسمت تغییر میکرد. به هر صورت شال آل توزیع گپا فایده نداره. امیدوار هستم در اون مقطع زمانی که دستم بود حد اکثر استفاده شه کرده باشم. در این که خلا و کمبود هم داشتیم شک ندارم، ولی فکر میکنم که چون دوره بحران و ایمرجنسی بود، به اون نقاط موضوعات بسیار عاجل بود، بس کرونا بود، بس رسیدگی به واقعات جنگ بود، چیزی که در توان ما بود انجام دادیم. درست درست است. اما باز هم باید یک وقفه بریم. دوستای تکنیکی اشاره میکنن که باید وقفه بگیریم. بعد از وقفه کوتاه سوالات دیگه در مورد تبابت داریم که حتما مطرح میکنیم. با ما باشیم. بسیار خوش آمدین. برنامه سراچه است. دکتر صاحب مجروح مهمان ماست. در این قسمت برنامه مثل همیشه چند تا عکسی که همکارای ما انتخاب کردن میبینیم و نظرات دکتر صاحب در موردش میگیریم. این عکس پشت خود هر کدام حتی در قسمت های مختلف تجارب و زندگی مهمان ما قرار داره و پیام های زیادی ممکن معناهای زیادی در پشتش هست که فقط خودشان میدانن. همکارای ما کمک کنن و عکس‌ها رو بیارن که دکتر صاحب ببینه و ما هم ببینیم، دوستان هم ببینن. این عکس از کجاست دکتر صاحب؟ شب عکس گرفتین؟ ما فقط میفهمم لایتش لایت. بله کجا پیدا کرده؟ این عکس تقریبا نزدیکی ولسوالی ادرسکن ولایت هرات است. حدود 2:30 شب است. بله شما که سفرهای هم دولت داشتین. شرایط بسیار ناامن بود. بسیار. چقدر وقت پیش؟ دیگه تقریبا یک 3 ماه پیش از سقوط نظام بود. درست. و این یک سفر بسیار جالب پر خاطر است. خیلی گپایش ها رو گفته نمیتونم. در اونجا ما را متاسفانه پیش روی ما یک موتر تنها رفته بودیم. و همیشه نظارت که ما میرفتم نیمای شب میرفتم بی خبر همیشه میرفتم. که اگر در غیر از او با صاحب چپرکتا با نزدیکترین دوستان هم نمیگفتین؟ هیچ کس، حتی رفیقای ما که در موتر دمی سفر کسایی که امرای ما هستن میشنون مطمئنا با قسمشان بتین بگین میفهمیدین کجا میریم. خب میفهمین سمت ادرسکن و شیندن بسیار ناامن بود دیگه. ما خودم 8 سال هم سمت نرفته بودم و یک موتر تنها بودیم دیگه. باز اونجا پیشوری مار تصادف یک موتر 303 زده بودن، 3-4 نفر شهید و زخمی شده بود دیگه. پلیس شهرها ما رو اینجا استاد کرد، بسیار اعصابش خراب بود، بسیار امرای ما جنجال کرد، اجازه نمیداد که بریم. باز با والی سه وقت زنگ زدن 2:30 شب. وقت ما موین بودم اینجا که رفته بودم. درست دیگه. باز همون لجبازی شیندنی خود کردیم، هر چی که امرای ما جنجال رفتیم تا پایان. آخر رفتم مدرس کن، هیچ وقت زیاد نمیره. اونجا یک جالب بود، ولسوال که آمد مرکز میگشتیم، باز یک چند دقیقه بعد یک ریش سفید آمد، شاید مصاحبه ما ببینه، مسئول شورای انکشافی ولسوالی ادرس کن بود. بازو خنده کرد، گفت که این ولسوال ما 3 سال 3.5 سال است همینجاست. ما ایرا میگفتیم که آدم بسیار راستگوی است، خوب است. امشب 3 بجه شب با ما زنگ زد، گفت این وزارت ساعت ها ما آمده. ما گفتیم ایان با دروغگویی شروع کرده، باورم نمیشد. خب حالا که آمدم دیدم باورم شد دیگه. باز اینجا یک شوخی هم را از رفیقای خود بکنیم، همونجا تصویر که ببینید ساده هستیم، کلگی میل ارزه. ما نرمال استاده بودم. بازی ها گفت چرا میرید؟ گفت خیلی خنک. گفتم خنک نیست، ترس است. ترس است. و در روشنایی ما آمده بودین، از دورم دیدم اشدین. خب عکس بعدی
آها اینجا پرخاطره ترین تصویر است. خب. وی بسیار آمرده بدر شده از موج اول است. خب درست. کدام شفاخانه است؟ قصر دارلمان است. قصر دارلمان. قصر دارلمان است دیگه. خدا میفهمه که اینجا چه احساس داشتم. اوج درد و فشار کار سرم بود. بله. و رفتم و مریض وقتی که دیدم اگه اشتباه نکنم یکی از پرسنل همکارای ما بود. من دروازه تکیه کردم تو به چرت رفتم ایران موندم بدم چی کنم. از یک طرف سلی بود که از طرف مردم میخوردیم دوامدار ایدئال را که مطرح میکردن. آدم همکاری بود. سیستم آماده نبود. هرچی من میدویدم داد و فریاد میزدم میره خفه کوره خوش کخو. همون روزایی بود که دیگه من یک هفته شاید میشد موین شده بودم. و اما برون دکتر صاحبی که پکتیاوال که فوت کرده بود و فامیلش بسیار ناراض بود. اونا رو من قصر دارلمان برده بودم بازی مریض دیگر آورده بودم. درست. دیگه اینجا بعض وقت بعض احساسات هست که هیچ وقت واژه قادر بیانش نیست. دقیق است. اینها فراموش نشدنی هستن واقعا. خب عکس آخر. بله. خب این روزه دوم سوم وزارت هم اگه اشتباه نکنم سرصدا هم زیاد شده عکس. این دوست ما که هست از پانتون دانشگاه آزاد اسلامی ایران است. اینا هم دفتر آمده بودن تصادف تایم ملاقات از اینا شده بود. قبل از این دوستای از ولایت وردک به دیدنم به تبریکی آمده بودن. خب در میز پهلوم شیشته بودم. دیگه از اونجا خلاص شدم با یک دنیا افتخار. لنگی جزی از عزت اجتماعی ماست، فرهنگ ماست. یک تعداد زیاد از مردم افغانستان با افتخار میکنه لنگی پکول کلاه کلش. دیگه با افتخار و این نکتایی همراه شیشتم جلسه رو داشتم. برای من بسیار جالب بود که عکس همه در البوم خود در خانه میمانم و این لحظه ها زود عکس میشن. اینا زود عکس بعض وقتا رو گاهم تو خاطره میمانه. بله خاطره میمانه. خب بسیار تشکر. در مورد سوشل میدیا یا فیسبوک شما از مقامات فعال بودین. خودتان کامنتار رو جواب میدادین؟ من هم کامنتار خودم جواب میتم، هم پیامار خودم جواب میتم، هم مسنجر هم واتساپ. به می خاطر دو سه شب وقت از کجا میکنین؟ شب میشتم تا 2-3 شب شیشته بودم. ما ده یکی دو سال دیگه زندگی و خانه رو فراموش کردم. من این برنامه چند روز پیشم قسم یاد کردم که دختره که 14 ماهیم مرا نمیشناخت. بعد از این تحول کم کم وقت بیشتر کردم امروز 6 تا مال کم امروز آشنا شده باز حالا نامرد خان رفته ایراد رفته خب دیگه درست است. شما یک لحظه دکتر ببخشید. دکتر صاحب مجتبا صوفی میمان برنامه بود یک بار از پیامی که داد این بود که هیچ کس دختر خود به دکتر نده. شما موافق هستین؟ اعتراف کردین که 14 ماه با خانواده رزدگی نکردین حداقل. یعنی من صبح وقت بیرون میشدم شوا دیدن دیگه من ناوقت شوا میرفتم و چند ساعت خواب داشتیم قبل از اینکه وقفه بریم؟ 4-5 ساعت معمولاً. من معمولاً سالای سال است موبایلم به 6 صبح کوک است. دیر که بیدارشون 6 صبح است. کارتان تاثیر نمی کنه یا عادت کردیم؟ عادت کردیم. تو فیزیولوژی و زیاد خودم تو وفق دادیم دیگه. ما یک تست به نام استرنس فایندر تست یا مو تست قوت یا بند 2011 انجام دادم. بازی برای 5 تا قوت نقطه قوت تانم میگه که شما کدام ابزار در وجود تان قوی است. یک از واه سخت کوشی است که نقطه ضعف تان باید پیدا کنه. وای خیر بینو نقطه ضعف هم داره چون 25 نعمت او شناسایی کرده که خداوند بین بنده های خود تقسیم میکنه. باز از 5 تا هر انسان زیاد قوی داره. 20 تا دیگه شما باید کسایی را پیدا کنین که تکمیل کنه. در غیر از باز شما خوب کار کردن نمیتونید. دیگه باز وقتی که موج کرونا اومد من مجبور بودم خانواده را از خود دور میکردم، ایراد روان میکردم چون من در شفاخانه بودم هر لحظه میامدم. بله. ویروس امکان انتقالش بود. دیگه حالا باید به فامیل خود برسم و قول است میرسم برد. احتمال قول دادین میرسیم. قول. خب ادامه میتیم دکتر صاحب. باز باید بریم وقفه. یک وقفه کوتاه میگیریم. وقفه های شما از این موجه کرونا زیادتر شد. چاره نیست ما زیر فرمان هستیم. برمیگردیم بعد از یک وقفه کوتاه. بسیار خوش آمدین برنامه سراچه. دکتر صاحب وحید مجرو مهمانم است. دکتر صاحب به این نکته که پیشتر گفتین شما که عادت کردین با مثلا 5 ساعت خواب و کارم بسیار زیاد که معمولاً 6 ساعت 6.5 ساعت 6 ساعت بله. در مورد دکتر صاحبایی که مثلا 8 ساعت در رسمیات کار میکنن 5 ساعت هم در معاینه خانه شخصی خودشان از نظر طبی میتونن درست کار بکنن یا نه؟ یک مبحث یک مقوله وجود داره به نام تولید و ظرفیت تولید. خب
production and production capacity. در افغانستان متاسفانه روی موضوع نیمه دومش هیچ توجه نمیشه. کلگی همی رقم است. ما با مو کسایی میبینیم در خارج ببینین یک موتور میخرن، یک جنراتور. او را یک مستفاده میکنن با 3 روز میبرن ترمیم. مینتیننس میکنن. خب؟ از و او جنراتور 3 سال کار میده. بعد از ما چی رقم است؟ هم جنراتور رو که خریدیم چالان میمانیم دیگر و هنو تیلش میریزه نه هم یک سال که رسید خراب میشه. ما خود ما به عنوان انسان چیستیم؟ اونا سعی کنین که 3 ماه کار میکنن، یک 20 روز میرن تفریح، سایل میرن، ورزش میکنن، هرچی در طول روز 24 ساعت هم به ترتیب تقسیم اوقات دارن. ما که هستیم شب روز کار میکنیم، اونا در 40 سالگی که رسیدیم کمر هم ای بیست، زانو هم ای بیست، قلب هم ای بیست، مغز هم ای بیست، حوصله‌ام رفته. تولید کردیم خب ظرفیت تولید توجه نکردیم. مثل از شما یک مرغ بانیم، یک مقوله هم هستم و تخم طلایی داشت یک مرغ بود. بعد از او یک کسی دید یک مرغ داره تخم طلایی میده، هر روز یک دانه میده و این قرار بود شاید تا 3 ماه 4 ماه 6 ماه تخم بده. این آدم بیقرار شد، رفت آجیل کشت، گفتیم کلش یک دفعه بکشم تخمای خورده کشید، ظرفیت تولید از بین رفت. خارجی ها که از باز 70 سال 80 سال میبینن عمر میکنن. ما مخصوصا طبقه تبابت ما متاسفانه یکی از قربانی هاسته. همو تسهیلات لازم، پرداخت لازم، شیوه های کار لازم، شفت کاری لازم که ما شفت نو شروع کرده بودیم نیمه تمام ما، اونا وجود نداره و متاسفانه دکتر ما زیادترین بار کار میکشه و به میخوادرام هست که ما از سن 40-45 که تیر شدیم حوصله ما کم میشه. گفتم دگه کپ میشیم، زانوا ای بی میشه، سکته قلبی، سکته مغزی و امثال هم پیش میاد. نیاز است که ما کم به خودم توجه بکنیم. دقیق میگن. خب ما سوالات دیگی که مربوط به فعالیت ها در وزارت هست و زیاد هم هست اتفاقا میمانم. دکتر صاحب مهمان ما شاعرم هست، در مورد شعر و شاعری هم بگوین. از بین اینقدر تجربه های زیادی که دارین یکیش شعر و شاعری است. بعضا میراثی میباشه، بعضا فقط قریه ذاتی و شخصی خودتان، چطور شده؟ فکر میکنم از من شاید میراثی باشه. درست. پدرم هم شعر نوشته میکنه. پدرم هم شعر نوشته میکنه و شعر و شیرازه و مزه زندگی است. ادبیات ما باز علاقه دارم، در مکتبم بد نبودم ادبیات داری و حال ما هر وقت که فرصت پیدا کنم و فشار سرم زیاد باشه شعر نوشته میکنم. یک چند وقت وزارت دور بودم، حال کم کم پس شروع کردم. در وزارت خوش شعر نمیشد نوشته دیگه؟ والا نوشته کردم. بس خب نوشته کردم. میخواین بخونین یک کتاب ما بخونین از شعر در وزارت نوشتین؟ بس یک وعده بود، یکی از دوران وزارت میخونم، یک قبل از میخونم. ولی کوشش میکنم که کوتاه برات بخونم. حتما میشنویم این شعرها دیگه. با خود یکیش هست، این از 25 جدی 94 است. 94. باران ببار بر من. چی؟ باران ببار بر من. باران ببار بر من. باران ببار بر من، من درد عصر خویشم، با قطره های اشکت شاعرتر از تو میشم. امشب ببار بر من که از من اثر نماند، ورنه بسیل عشقم بارانتر از تو میشم. بشکن تو ناز زلفش با قطره های عشقت، بنویست بر لبانش عاشقتر از همیشم. نگذار صبح آید تا عشق توست نصیبم، من آن سیاه بختم بی او سحر نمیشم. باران بریز بر من تو غصه های عالم، معتاد غصه ام من، عمریست دل پریشم. باران بریز بر من امشب چو چشم عاشق، من دل رهیده مجروح مفتون عشق هیشم. واه واه چقدر زیبا. مجروح تخلص میکنن در شعر. درست. این شعر در تیاره نشته کردیم، یادم از زیرات میامدم، بنامه معجوبه خلقت. خب معجوبه خلقت. سخن شیرین، نگاه سنگین، و رفتارش پر از تمکین، قدش بالا، رخش زیبا، و لبخندش به من تسکین. نگار ناز، مه تن ناز، دلدار سخن پرداز، خیالش گل، نوا بلبل، و زلفانش شبی مشکین. عجب موسیقی داره. چنان زیبا و مهرارا که دل بیتاب می گردد. چنان زیبا و مهرارا که دل بیتاب می گردد. قلم در وصف می لرزد، صفت کمیاب می گردد. چو چشمش ناز بنماید، دهان چون باز بنماید، جبین پر آب می گردد، جگر کباب می گردد. صدایش نغمه ناز و قدش چون سرو تناز است.
صدایش نغمه ناز و قدش چون سرو تناز است، دهان چون پسته باز و لبش چون شهد شیراز است. همین معجوبه خلقت که خواب و خیال من گشته، نشان مهر مجروح و نماد عشق دمساز است. بسیار عالی، بسیار فوق العاده و شعر دیگه یک نعمت است، یک لطف است. برای قدر هیجانی ساختن که دیگه این سوالاتی که من اینجا مانده میره نمیپرسم. بس باشه که دیگه من میخواستم بپرسم که وضعیت دارو در افغانستان چطور است؟ دارو مربوط وزارت صحت عامه نیست که لگه من دو میزنم بعض وقتا و یک اداره جدا و مستقل است و برای خود داره است. انشاءالله تر برنامه خود نه این رو جواب بتین که مردم افغانستان واقعا از نان که دوا زیاد میخورن؟ نه، از نان دوا زیاد نمیخورم. ولی دوا زیاد میخورم. دوا مصرف زیاد است. دوا مصرف زیاد است. دقیق است. دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه یا قطعا؟ دلایل مختلف است. خب دلایل فرهنگی داره. نبود دسترسی به عرصه خدمات صحی در مقاطع مختلف زمانی داره، چون تغییر عادات اجتماعی و سلوک رفتار اجتماعی در افمای وزارت یک نفر پیدا نمیشه. درست. اینا 10 سال 20 سال ریشه در نگرش افراد داره. او بحثش هست، کیفیت دوا مطرح هست، فرهنگ بسیار نقش داره. ما از این مشوره میگیریم، از اون نصیحت میگیریم، از این پرسان میکنیم. خب والا این دوا رو من خوردم جور شدم، بگی تام یک پاکت بخوام. بله. دیگه این بحثا هست. دوری اکثر از کشورهای دیگه پیام گرفتن و توصیه دوا هست. در افغانستان یک چیز شوخی دوستانه بکنم که ما کارشناس همه امور هستیم، حریف همه مشاغل هستیم و هر کس بسیار علاقه داره که در بخشای مختلف ابراز نظر کنه و نشان بده که من یک چیز ریاد دارم، میفهمم، متخصص هستم. و یکی از ایتهایی که بسیار در موردش افراد میشه و عرصه طبابت هست و هر دوست عزیزی در یک میمانی و جای ششته باشه میگه که سیبینی دوا رو بگی جور میشی. درست. و بسیار راحت توصیه میکنن و در تطبیق قانون ما ضعیف بود عمل کردیم و دواخانه هم دوایی بدون نسخه میتن زیاد. آگاهی عامه هم نه، کسی خود داره. اینا یک معجونی از مشکلات هست. بلد. که نیاز به کار بسیار بنیادی داره. درست. اینها را بیشتر در وقتی که موج اول و دوم کرونا بود زیاد متوجه شدیم. امی دواهایی را که هر کدام به یک دیگه مسیج میکردن تا سفارش میکردن که از این استفاده کنن، او طبیعی بود نسبت هم خوبتر. اون که بمانند. به هر صورت راستی همین خداییش مردم افغانستان قرنطین کردن یا در خانه شیشتن قرنطین است؟ ولاد موج اول من نگاهم نسبت به شیوه مبارزه با کرونا و شیوه همکاری مردم متفاوت است. در موج اول اگر مردم همکاری نمیکرد، مخصوصا دو هفته که قاطع قرنطین کردن، فاجعه اینجا واقع میشد که اصلا ایران و پاکستان و هند از یاد ما میرفت. یعنی واقعا مفید بود میگن؟ خیلی. به آخر ماه روزه که باز قرنطینه شکستان دن، دیدیم چی سیلی جانا نخوردیم. بله. چی سیلی جانا نخوردیم، ولی خوبی بود که داخرا بود. یک هفته دو هفته ما مصیبت داشتیم. بله. ولی هند دیدیم که چی شد دیگه. ایران نمیاله میبینین چی وضعیت است. بالاتر از 500 نفر. در موج اول ما ممنون مردم خود هستم. ولی مردم هم یک صبر دار از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روحی و روانی دیگه نتونستن. اما موج دوم که موج نبود بسیار خرد بود، در موج سوم دیگه امان ما را بریدن. بله بله بله. یک چیزی بسیار جالبه که برای همه ما خاطره شده، یک ماسک در وقتای کرونا 80 و 100 افغانی شده بود. شما موج شده بودید؟ موج اول منابع کمتر بود، تولید کم بود، دسترسی کم بود، مرزا بسته بود، فساد متاسفانه نقش داشت. تمام فساد تنها در نهاد دولتی نیست، تمام ارسا فاکتورهای مختلف بوده، کشورهای مختلف قیمت بالا رفته بود. بازی موجه دیگه خود موج سیر دیدن چی رقم بود. بله بله بله. نه بسیار بسیار متفاوت. درست. هپی مسیو انرژی درینک حامی برنامه ماست، انرژی برای تغییر. شما هم حتما استفاده کنین. از حامی برنامه تشکری میکنم. بدون از اینکه هر بار بدون از اینکه از دکتر سب اجازه بگیرم وقفه میریم، آخرین وقفه برنامه است، یک قسمت آخر با هم داریم. صحبت هایی که در پایان هست حتما از دست نتین و بشنوین. بعد از وقفه هستیم. بسیار خوش آمدین برنامه سراچه هست. دکتر صاحب، من این قسم عهد کرده بودم. بله صاحب. شما که پیشتر در چی هم گفتین از فعالیتتان در فیسبوک و سوشل میدیا،
میخوایم بپرسیم که اول اینو بگوین که از برخوردهای سوشال میدیا یا از موضع‌گیری هایی که مردم میکنن میترسین، به خاطر که یکی از مقامات پیشین گفته بود که وزیر بودم گفته بود که من از کامنت های مردم میترسم. من اتفاقا یکی از گپای کمیش دوستام با موافقم زیاد نیست از پستای فیسبوک که میکنم. من خیلی رو کورو راست راحت با مردم نشسته میکنم و ایرم مرا به عوض وقت معروض به فرشدشنام هم میکنن. چی کار میکنین؟ واقعا یم یک سوال است، وقتی که شما دشنام میتونی چی میکنین؟ هیچ، برم ببینین اینقدر دشنام پایین کم کامنت های منشته است که ایران بانه هیچ کدام دلیت ملیت من هم میکنم. نمیخواین اکثر عمل نشان بتین؟ قطعا هر کس حق داره، یا ما خروب ما ادعا کردن مگر دشنام دادن حق ندارن. ما سعی کنین، ما نه عدم رضایت خودم میتونه نیکی باز درست. سعی کنین چطور بیان میکنم؟ ما یک بحث است که یک فرصت اگه شده یک برنامه رهبری و بسا باشم امراتون صحبت کنم. ما مسئولیت رفتار و باور و کردار خود دارم. درست. من معلم اخلاق دیگران نیستم. ما زیاد کار میکنم، ما خوب نشم، ما دو دونو میزنم، ما دو نمیزنم. ولی ما اگر ادعا کنم که ما دانستیم که 35 میلیون ملت ما راضی نگه دارم، یک ادعای محض است، یک زیاد مردم هم از ما شکایت دارن، ناراض هستن. چند مقاله در این مورد نوشته بود که چون دشمن داده بودن نتونسته بود تحمل کنه. ولی حداقل من نشته میکنم خیلی راحت، امرای مردم خود به تماس هستم، پیامایشان به شیرینی میخوانم. یک پیام را چند روز پیش بیادر بر من داده بود که ماشای ما داده نشده، در پست آخرم ما بسیار با جبین باز برش نشته کردم که بیادر اینی نقص ما بود، اینی مشکل در وزارت مالیه بود، اینی هم تحول سیاسی آمد که هیچ کس تصورش نمیکرد با این سرعت. حالا میخواین این مورد چیزی بگوین؟ ماشای دکترها پرداخت میشه؟ ماشا پرداخت میشه. درست. وزارت مالیه در آخر پول نداشت، متاسفانه ماشا را معطل کردن. ما دنبال ملامت کردن فرد نیستم، ولی پرسنل صحی ما آسیب دید، متاسفانه ما بسیار رنج بردم و میبرم. تا آخرین لحظه تلاش کردم. خوشخبری بسیار خوب براتون داریم که ما یک سیستم سی ناکام را، یک سیستم سی ورشکسته را، یک سیستم سی ازم پاشیده را به میراث نماندم. خوشبختانه تا آخرین لحظه ماندم، با دوستای خارجی و بین المللی صحبت کردیم، با همکاری تمام کسایی که در زمینه فعال بودن. و خبرای خوش داریم است که نظام سی ما و شما تمویلش ادامه پیدا میکنه، معاش پرسنل ما پرداخت خواهد شد. هرچند این قسمت تاخیر واقع شد، ما از تمام مردم دیویم با وجودی که نقش مستقیم نداشتم، از پرسنل خود پوزش میخوایم. ولی در قسمت نظریات مردم که شما یاد کردین، من ممنون و مشکور تمام هستم. یک پست فیسبوکی ما کردیم، 12800 یا 13000 کامنت آمده. خدا بینش شما قدر غذاک میخوری، یک مرچ آمست لذتش هست. حدود 1 میلیون ویو شده. درست. برین شما ببینین پست های دیگرام دیگه. من که ممنون مردم خود نباشم، این ناشکری است، ناسپاسیست. درست. من در شهر میرم، در بازار میرم، هر جای جز محبت، جز احترام، جز لطف، جز امو انسانیت ندیدیم. و ما اینمی برای ما یک دنیا سرمایه است و از تمام ممنون هستم. البته بعد از ای که شما وزارت ترک گفتین یا بیرون آمدین از وزارت، یک مهمان داشتیم، رئیس سازمان صحی جهان. قبل از شما بودین؟ درست. روز آخر کاریم بود. درست. یک روز قبل از روز آخر. بله. از امروز حدود 7 یا 8 روز میشه دیگه، 10 روز. اظهارات اونا هم این بود که اگر به افغانستان کمک نشه، نظام صحی رو گفته بود چون رشته خودش بود یا حوزه کاریش بود، زود سقوط میکنه. چطور ارزیابی میکنین آل چیزایی که شما گفتین؟ ما سعی کنیم، شما اگه به حساب توییتر ما برین میبینین که در این مدت زیادترین دادخواهی را به همکاری دیگه تمام دوستام در این قسمت دخیل بودن. بله. در سطح میدیای بین المللی ما داشتیم. درست. از سی ان ان نیویورک تایمز گرفته تا هم سال هم و این صدا به گوش همه رسید. خود دکتر تدرس دوست ما هم است، رئیس سازمان سی جان، ما معاون بورد اجرایی سازمان سی جان بودیم و همو روزا بر ما چندین مرتبه تماس گرفتن. درست. تلفنی. و همو وقت هم ما نگرانی خود ابراز کردم و سفر از اونا تقریبا تایید بود بر صدایی که ما بلند کرده بودیم. با صحبتی که ما با بی بی سی داشتم امسال هم و بسیار موثر واقع شد. من ممنون مشکور تمام پارتنرهای خود، مخصوصا دبلیو اچ او هستم. خوشبختانه یک تعهد مالی برای رفع پر کردن فاصله زمانی که ایجاد شده مطرح شده. و هنوز هم وزیر نیستم، ولی یک افغان هستم، دکتر هستم، در قسمت کار کردیم، روابط دارم، همراه تمام دونرهای بین المللی همی لحظه به تماس هستم و کوشش میکنیم تا میکانیزمی که از طریق از او تمویل به مراکز صحی تمدید شه، ملاحظات دونرها مد نظر گرفته شه و وزارت به عنوان یک محور و یک بستر در کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت حفظ بشه کار میکنیم. و این متنا نیستم، یک تعداد زیاد از افغان های ماست که اینجا عشق به وطن دارند، در ساعت ها ما کار میکنن، اونا همراه ما هم کار هستن. به دنبال وظیفه رسمی در وزارت هستین؟
نه خب بخدا در کل دیگه نمیخوایم ما مثلا کنم قرار نیست کل ملت ده دولت کار کنم منتها ما یک آتش به خدمت داشتم در جوانی یک عشق به خدمت داشتم خدا می گفت اگه گیرم نمیامد ارمانش زودتر کردین مقصدی پلا ارمان در دلم میموند ما یک خدا وزارت دهتون باشم با فراشوتی نامدم که اول وزیر شده باشم ما از پایین ترین بسته وزارت شروع کردم از زینه بلند رفتم و بسیار در شرایط بحرانی امیر مردم شاید از بلند رفتم همکارای مام که در وزارت هستم یک آتش به خدمت داشتم یک عشق به خدمت داشتم و در دوره معینیت و وزارت ارمان به دل نماند به عنوان مام یک بنده استم یک دنیا خلا و نقص و کمبود دارم یک نظام کار میکردم که مشکلات خود داشت و داره چیزی که تا توانم بود حداقل وجدانم میگه دریغ نکردم و امو آتشم مشبوه شد حالا میرم دنبال کار شخصی خود کار مسلکی خود پس نیاز است که من یک 3-4 سال وقت نیاز دارم که کم مطالعه بیشتر بکنم اگر فرصت شد یک چند جلد کتاب نوشته کنم روی شعر کار میکنم عشقم است مسلکم کار میکنم به خانوادیم میرسم یکم به خود برسم و دمو یک فیلم چیز است مرمولک شاید دیده باشین اگر راه های رسیدن به خداوند به تعداد آدم هاست بله. ما باورم ایست که راه های خدمت به وطن به تعداد افغان هاست بله. شرط نیست که تنها وزیر باشه باید که به وطن و به انسانیت خدمت کنید پس شما میخواین از راه های دیگه خدمت بکنید درست؟ امید به خداست انشاءالله درست به چیزی که وعده کرده بودیم رهبری فعلی وزارت که بعد شما آمدن کارشون چطور ارزیابی میکنین و آینده وزارت؟ یک هفته دو هفته امروی تجربه ما با هم دیگه تجربه کار داشتیم بسیار زود است که من قضاوت قطعی و نهایی را انجام بدم ولی کاری که من به عنوان رسالت انجام دادم میتونستم این بود که من به این افتخار نکردم که برم تیم رو بپاشانم بعدش برش بگم بیا جور کن بله. میتونی نه من خواستم که وقتی بیرون میشم یک وزارت فعال بعد از به ما بمانه یک سیستم فعال بمانه یک نظام سی که توانه ارزی خدمات سی رو داشته باشه تیم منسجم باشه این پیام برای رهبری جدید وزارت هم داشتم مثل برادر امرای نظام سی افغانستان استاد هستم ما بر مردم کار کردم اما از همکارای خود خواستم که اگر به ما باور دارین اگر ما میشنوین وزارت تنها نمانین تا زمانی که توان دارین تا زمانی که براتون فرصت خدمت داده میشه و این وطن نیاز به کار داره مردم درست. و طفل و مادر بر صورت ما برشون آرزوی موافقت دارم هر جایی که از ما کار ساخته باشه بر نظام سی افغانستان بر طفل و مادر این وطن خدمت میکنم و از تمام هم مسلک های خودم آرزو دارم در حرف و ظرفیتی که از سال شرط نیست بازم میگم که درون وزارت باشی و کار کنی نه بله درست بیرون وزارت هر جای ما برشون آرزوی موافقت دارم امیدوار هستم که راهی را که آغاز شده با اصلاح خلاهایش او را با پیش ببرن و نیاز سیستم سی افغانستان به ریفورم بسیار جدی هست برنامه هایی که مد نظر گرفته شده مال 15-20 سال گذشته هست ما در طرح ریفورم خودی را شامل ساخته بودیم امیدوار هستم در سیستم سی افغانستان کادر سی که موجود است برای از فرصت خدمت داده شد و تنها ما اینجا نابغه نبودیم هزاران از ما بهتر است و کار بسیار خوب پیش خواهد بردن درست فقط فکر میکنم ثانیه ها باقی مانده میخواین یک جمله در پایان بگوین چیزی که از ما مانده باشه یا میخواین بگوین ما از خانواده خود تشکر میکنم ما را حمایت کرد از مردم خود و صادقانه میگم که هم مردم خود هم وطن دوست دارم بسیار تشکر دوست دارم سلامت باشین دوست عزیز مهمان برنامه ما دکتر وحید مجروح سرپرست پیشین وزارت صحت عامه بود از ایشان بسیار تشکر میکنم و از همکارای تکنیکی همچنان امیدوار هستم شما برنامه های بعدی طلوع را ببینین و از همه تان تشکری میکنم تا هفته بعد خداوند نگهدار همه تان